سرخط خبرها و مهمترین ها، رئیس مجلس جمهوری اسلامی داعش در افغانستان در پی ناامنی در کشورهای همسایه است. سیاف خطاب به طالبان: تو با کدام حق شرعی به بدن زنی که محرمش نیستی دست میزنی؟ منابع از وقوع انفجار در شرق کابل خبر دادند. و همچنان در پایان، تصرف ساختمان فرماندهی ولایت نتیجه اتحاد و اتفاق. مشروعی خبرها: رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رستم امام‌علی همتای تاجیکستانی خود در تهران گفته که داعش در افغانستان به دنبال ناامنی در کشورهای همسایه است. محمد باقر قالیباف گفت که انفجارهای اخیر در کرمان هم نتیجه حضور و فعالیت داعش در افغانستان است. او روز دوشنبه در این دیدار داعش خراسان را تهدید علیه کشورهای همسایه افغانستان دانست و گفت پدید آورندگان و توسعه دهندگان داعش در منطقه مشخص است. با این حال رئیس مجلس جمهوری اسلامی درباره پدید آورندگان و توسعه دهندگان داعش توضیح نداد. آقای قالیباف همچنین تاکید کرد در شرایط کنونی نیازمند همکاری‌های گسترده برای مقابله با تروریسم و قاچاق اسلحه و مواد مخدر در افغانستان هستیم. خبرگزاری جمهوری اسلامی ارنا گزارش داد که رستم امام‌علی نیز وضعیت افغانستان را برای ایران و تاجیکستان نگران کننده دانست. او خواهان گسترش روابط تاجیکستان و ایران شد و گفت لازم است در ارتباط دائمی باشیم و تبادل افکار و اطلاعات منظم میان دستگاه‌های مربوط برای مقابله با تروریسم و قاچاق صورت دهیم. مقام‌های تاجیکستانی در بیش از 2 سال گذشته بارها هشدار دادند که گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور فعال دارند و در تلاش نفوذ به کشورهای دیگر هستند. سیاف خطاب به طالبان: تو با کدام حق شرعی به بدن زنی که محرمش نیستی دست میزنی؟ در ادامه واکنش‌ها به بازداشت دختران به اتهام بدحجابی در کابل، عبدالرب رسول سیاف از چهره‌های سیاسی و جهادی افغانستان اقدام طالبان را از نگاه شرعی زیر سوال برده است. آقای سیاف خطاب به طالبان نوشت: تو با کدام مبرر شرعی به جان و بدن زنی که محرمش نیستی دست میزنی؟ طالبان از یک هفته پیش به بازداشت شمار از زنان و دختران در کابل به اتهام بدحجابی آغاز کرده که مورد انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته است. عبدالرب رسول صاحب انتقاد از لطکو به شکنجه دختران به دست جنگجویان طالبان گفته است: تا حال در مورد زندان برای مردان اتفاق علمای امت وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنها. آقای سیاف در یادداشت در حساب کاربری خود در اکس از بازداشت، شکنجه و لطکوب زنان توسط طالبان انتقاد کرده است. از خدا بترس و از مردم بشرم، ارزش‌های اسلامی و عنانات ملی کشور را پامال نمودی. عبدالرب رسول سیاف خطاب به طالبان نوشته است که خودت با این پیش آمد از زشت و مغرورانه خود مردم را از دین دور ساختی و محبت دین را در دلهایشان کم ساختی. نیروهای جبهه مقاومت ملی بر ساختمان فرماندهی امنی ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کرده و به افراد طالبان تلفات وارد کرده است. این حمله حوالی ساعت 7 شب گذشته بر فرماندهی ولسوالی نهرین ولایت بغلان صورت گرفته است که در نتیجه آن یک طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی برداشتند. درگیری های میان نیروهای جبهه مقاومت و افراد گروه طالبان حدود 1 ساعت دوام کرده و نیروهای جبهه مقاومت 6 فیر راکت به ساختمان فرماندهی امنی ولسوالی شلیک کردند. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیبی نرسیده است. این در حالی است که نیروهای جبهه مقاومت ملی در دروازه فرودگاه بگرام واقع در ولسوالی بگرام ولایت پروان با راه اندازی یک حمله چریکی به گروه طالبان تلفات وارد کردند. طالبان در مورد درگیری های جبهه مقاومت و جبهه آزادی همیشه سکوت اختیار کردند. منابع از وقوع انفجار در شرق کابل خبر دادند. منابع ملی گفتند که در جاده 60 متره منطقه قلعه زمانخان در حوزه 12 امنیتی شهر کابل انفجار رخ داده است. با گفته منابع انفجار در یک موتر مسافربری رخ داده است. هنوز از تلفات احتمالی و نوعیت این انفجار اطلاعی در دست نیست. این حادثه روز سه‌شنبه 19 جدید رخ داده و مقام‌های طالبان تا اکنون درباره این انفجار اظهار نظر نکرده است. تا چند روز اخیر این دومین انفجار در شهر کابل است. شام روز شنبه یعنی 16 جدید یک بس مسافربری در دشت بچی در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت و بر اساس آمار دفتر نمایندگی سازمان ملل در این انفجار دست کم 25 تن از مردم هزاره کشته و زخمی شدند. اسرائیل کشته شدن 4 سرباز دیگر خود را در غزه تایید کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 سرباز دیگر خود در جریان عملیات زمینی در باریکه غزه علیه حماس خبر داده است.
بر بنیاد گزارش الجزیره این سربازان روز دوشنبه در جنوب غزه کشته شدند. بر اساس اعلامیه ارتش اسرائیل، شمار کشته شدگان ارتش این کشور از زمان آغاز عملیات زمینی در غزه تا اکنون به 180 تن افزایش یافته است. در میان 4 نیروی کشته شده نام یک فرمانده 19 ساله و 2 افسر ارتش اسرائیل به چشم می‌خورد. اعضای هم برخی منابع خبری است تأجیر درگیری‌های امروز میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در دو سوی مرز جنوبی لبنان خبر می‌دهند. العربینه در گزارش از حمله پاپولی اسرائیل به یک موتر در بخش مرکزی جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده است که 3 سرنشین این موتر کشته شدند. رویترز نیز در گزارش اعلام کرده که 3 فرد کشته شده در حمله به موتر در غندوریه از اعضای حزب الله بودند. این حمله پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری ها پیشتر اعلام کرده بودند دست کم 20 موشک امروز از جنوب لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد. ارتش اسرائیل به تازگی گفته که نظامیان این کشور حدود 40 نیروی حماس را کشتند و یک تونل را در جنوب نوار غزه نیز کشف کردند. بربوک اسرائیل از شدت جنگ خود در غزه بکاهد. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان از اسرائیل خواسته است تا از شدت جنگ خود در غزه بکاهد و برای حفاظت از غیر نظامیان اقدامات بیشتر انجام دهد. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی بربوک روز یکشنبه گفته است که اسرائیل برای محافظت غیر نظامیان در قلمرو تحت محاصره فلسطین اقدامات بیشتر انجام دهد. به صورت فزاینده واضح می شود که اردوی اسرائیل باید برای محافظت از غیر نظامیان غزه اقدامات بیشتر را انجام دهد. راه‌های باید برای مبارزه با حماس بدون آسیب رساندن به شمار زیاد از فلسطینی‌ها پای پیدا شود. با گفته وی اگر حماس با تعصب این مبارزه بی‌معنا را دنبال نمی‌کرد چند مدت‌ها پیش خاتمه پیدا می‌کرد. بربوک تاکید کرده است که اسرائیل نیز به نوبه خود بررسی کند که چگونه در نوار غزه جنگ کند و پس از جنگ چگونه در آنجا عمل کند. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده است که فلسطینی ها نباید از قلمروشان اخراج شوند. آلمان از زمان آغاز جنگ با حماس یکی از عمدترین حامیان اسرائیل بوده است. نخست وزیر قطر و بلینکن: دامنه جنگ غزه در حال گسترش است. به دنبال افزایش تنش‌های نظامی در شرق میانه، محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دیدارش با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد گسترش دامنه جنگ غزه هشدار داده است. شبکه الجزیره گزارش داده که وزیر امور خارجه قطر در مورد جلوگیری از افزایش نزاع در شرق میانه با بلینکن گفتگو کرده است. آل ثانی افزوده است: بسیار دردناک است، به مرحله‌ای رسیدیم که متأسفانه دیدن صحنه‌های قتل و کشتار و ویرانگری در غزه عادی شده است. بر اساس اطلاعات دو طرف در این دیدار بر توقف جنگ در غزه و ارسال کمک‌های انسانی به ساکنان این منطقه تاکید کردند. به باور نخست وزیر قطر، صلح در منطقه تنها از طریق سازش عادلانه و جامع در چارچوب قوانین بین‌الملل محقق خواهد شد. این مقام قطری تاکید کرده است که دوحه برای زنی خود در همه مسائل با واشنگتن ادامه خواهد داد. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.